بینندگان مردم تیوی در سراسر جهان، من پرویز مینویی هستم. این برنامه من روزای سه شنبه بعد از ظهر به وقت واشنگتن از ساعت 5 تا 6 بعد از ظهر است که آقای پارسا سربی در اتاق فرمان در واشنگتن برنامه کارگردانی فنی میکنند و محبت میکنند، برنامه رو تکرار میکنند و در فیسبوک هم در یوتیوب هم میذارن که همه بتونن استفاده کنن. ازشون سپاسگزاری میکنم. امروز که این برنامه خدمت من از شهر هوستون واقع در ایالت تگزاس امریکا این برنامه رو میفرستم خدمت آقای سربی، ایشون میذارن روی اینترنت که همه جا قابل به اصطلاح دریافت باشه. امروز که این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنم، روز 31 شهریور ماه 2575 هخامنشی است که برابر است با 21 سپتامبر 2016 میلادی. خب من اعتقادی که یک گروهی تشکیل شدن، من یه اشاره کردم، حالا میگم بازم اطلاعات بیشتری میدم بهتون، به نام آینده ایران. این گروه فقط برای از افرادی که این دو باور رو دارن خواستن که به این گروه اگر مایلن بپیوندن. یکی اینکه 100% در صدد براندازی رژیم اسلامی باشن، رژیم اسلامی ایران باشن، و دو اینکه خواهان یک پارچگی ایران باشن. پس بنابراین از گروه هایی که یک پارچگی ایران رو نمیخوان نمیپذیرن و از گروه هایی که یه جوری میخوان با این رژیم اسلامی باشن نمیپذیرن. دیگه کاری ندارن که اون طرف طرفدار پادشاهی یا جمهوری یا کمونیست یا جبهه ملی یا هرچی و رئیس و مرعوسی و نمیدونم دبیر کلی و اینا نیست. یک نفری بنیانگذار این قضیه شده و اونم آقای دکتر لاجوردیه. البته ایشون همون تا شروع کردن یه سری تهمت ها بهشون بسته شد. خب دیگه مسلمن، ببینید مسلمن ما وقتی ما در حال مبارزه با رژیم هستیم تعداد زیادی مأمورین نفوذی از گروه های بسیار بین ما هستند. این مأمورین نفوذی از جانب رژیم اسلامی برای ما هست. من همیشه میگم رژیم اسلامی، برای که جمهوری اسلامی با هم جور در نمیاد. ببینید جمهوری یعنی که رأی اکثریت. خب رأی اکثریت یعنی قانونهایی که قابل تغییره، یعنی اکثریت میتونه قانون رو عوض کنه. مثلا مثال دادم براتون، فرض کنید که ماریوانا در امریکا ممنوعه، در بعضی ایالت‌ها آزاد کردن، پس بنابراین مردم حق دارن قانون عوض کنن. همجنسگراها ارتباطشون ممنوعه، در بعضی ایالت‌ها آزاده و بسیاری مسائل دیگر. در بسیاری ایالت‌ها مقررات خاصی برای لباس برای کنار دریا رفتن هست، در بعضی جاهایش مقررات نیست، هر که میتونه لخت لخت هم بیاد کنار دریا. پس این یعنی جمهوری، یعنی مردم میتونن قانون ها رو عوض کنن. اما اسلامی یعنی قانونایی که آقای محمد آورده، گفته خدا به من گفته، جبرئیل اومده، هیچ حکمی هم از جبرئیل نیست، هیچ فیلمی هم نیست، هیچ شاعری هم نیست، خود آقای محمد فقط میگه. من این پیغمبر همشون وقتی میخوان قانون بگیرن از خدا میرن یه گوشه، میرن توی خاری، میرن توی پشت یه درختی، میرن توی یه نمیدونم یه جایی، هیچ وقت نمیرن جلو مردم این کار بکنن که مردم ببینن مثلا جبرئیل اومد به این آقای محمد این دستورات رو داد. خب اگه مردم ببینن که بهتره که زودتر باور میکنن، تا اینکه آقای محمد بگه جبرئیل الان به من نازل شد اینا رو گفت. مردم ما که اینجا بودیم جبرئیلی نبود که، کی جبرئیل اومد؟ ممکنه جرات نکنن بگن، ولی تو دلشون میگن دیگه. حالا برای این گروه میگن کسانی که طرفدار براندازی رژیم اسلامی هستن. براندازی، بعضی ها کلمه براندازی رو با برکناری جاسازی میکنن. به نظر من، البته من که قانونهای او را نمیدارم، من ازشون حمایت میکنم، ولی اگه من باشم میگم برکناری. میدونی برای چی؟ براندازی یعنی یه نوع جنگ، و ما نمیخوایم با رژیم اسلامی بجنگیم، ما میخوایم رژیم اسلامی رو برکنار کنیم. وقتی میخوایم رژیم اسلامی برکنار کنیم، بسیاری از اون نیروها رو لازم داریم. ما بسیاری از اون
افرادی که در مثلا فرض کنیم که سازمان های تسلیحاتی رژیم کار میکنن و جوان های بسیار دانشمند و باهوشی هستن، اونا رو لازم دارید. اون جوان های دانشمند و باهوش و صنعتکار و هنرمندی که یه کشتی ساختن به آب انداختن، ما اینا رو لازم دارید. ما اونایی که کارشناس های مختلف هستن در رشته های مختلف کار میکنن لازم داریم. اونایی که اصلا جونشون گذاشتن من وطن جون دفاع کردم، ما اون رو لازم داریم. پس ما میخواییم رژیم اسلامی رو برکنار کنیم، نمیخواییم همه چیز رو براندازیم، همه رو از دل ببریم. ما که با دشمن که در جنگ نیستیم، که اینجا کشور ما مال خودمونه. ما که با خونه خودمون که نمیتونیم براندازی کنیم، خونه خودمون میخوام از پایه خراب کنیم که، نه اینطور نیست. اگر فرض کنیم که دو تا کشور با هم جنگ میکردن، یک کشور میگه من اون کشور میخوام براندازی کنم، یعنی میخوام مثلا سرانش و معاونانش و نمایندگانش و همه رو بکشم، تازه این کارم نمیکردن. تازه در آلمان که جنگ جهانی دوم در واقع آلمان و ژاپن و ایتالیا شکست خوردن، در اون دادگاه نورنبرگ که محاکمه کردن کمتر از 20 نفر محکوم به اعدام شدن. این کمتر از 20 نفر هم چند تا خود چون خود کش کرده بودن، چند تاشون هم فرار کرده بودن و حدود شاید 10 نفر واقعا اعدام شدن از این همه جنایتکاری که در اونجا کار کرده بودن. تازه اینا فقط جنگ نبود که آدم سوزی کرده بودن. ولی ما چون فرق داریم با همه، میگیم که همه آخوندها رو باید آویزون کنیم، درخت کنیم، بران کنیم. آخه این که منطقه نیست. بعضی آخوندها در این رژیم مغضوب هستند، شما فکر کنید آخوندهای اصلی مغضوب هستند. البته من به شخصا طرفدار آخوند نیستم، یعنی معتقدم که اصولا انسان ها احتیاج به واسطه ای ندارن. آخوندی لازم نیست بیاد برای ما توضیح بده که ما چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. ما خودمون هر کاری بخوایم بکنیم، هر دینی دو میخوایم داشته باشیم یا میخوایم نداشته باشیم، میتونیم خودمون داشته باشیم. من یه مقاله نوشتم، اشاره داشتم به رئیس جمهور تاجیکستان علی رحمان گویندن علی رحمانوف، و ایشون یه آدم سکولاریه. در تاجیکستان یه قانونی رو بردن، به نظر این قانون بسیار بسیار خوبه. یعنی من فکر از اون کشورهای بزرگی که ایران بزرگ رو تشکیل میدادن، این یعنی اون ایران شهری رو داشتن، این تاجیکستان برجسته ترینش هست. یعنی اون چیزایی که رژیم اسلامی پرچمی که انداخت زمین، تاجیکا هستن اون پرچم رو بلند کردن و به فرهنگ ایران شهری رو رواج میدن. اینا یه قانونی گذروندن که هیچ کسی پدر مادری حق ندارن بچه‌شون رو به مسجد یا کلیسا یا کنیسا یا معبد بودایی یا هر معبد مذهبی ببرن تا 18 سالگی. وقتی بچه 18 سال شد، در اون صورت خودش باید تصمیم بگیره که آیا میخواد اصلا دین رو انتخاب بکنه یا نکنه. اگه نمیخواد دین انتخاب کنه که آیا چی؟ اگه میخواد دین انتخاب کنه، چه دینی رو میخواد انتخاب کنه، بره همون دین رو انتخاب کنه و هیچ لزومی نداره که مثلا برش تعیین تکلیف کنه که این کدوم دین رو بگیره. برای این گروه آینده ایران، آقای دکتر لاجوردی و یارانشون یک جلسه ای دارن، من البته اطلاعات دقیقش ندارم، جلسه ای در کانادا باید باشه در حدود دوربر 29 ماه اکتبر. من فکر می‌کنم که همه اونایی که دلشون برای ایران می‌سوزه باید کمک کنن به این برنامه، و اگر می‌تونن برن در اون جلسه شرکت کنن. من با وجود که وقتم به علت کارم بسیار دشواره، با وجود که الان مالی خرج یه دفعه زیادی می‌افته رو گردن من و سنگینه بارش برای من حتما میرم. من یک چک کوچولو هم براتون هم امروز پست کردم. البته من آدم ثروتمندی نیستم، من یک ثروتمند بودم مثلا 20,000 دلار رو برش میفرستم، ولی خب من 20,000 دلار ندارم بفرستم. این اوله. و زمانی که دیگه 20,000 دلار میفرسته باید میلیونر باشه که 20,000 دلار براش چیزی نباشه. اگه یک آدمی 1,000 دلار تو بانکش پول داره، خب نمیتونه که مثلا 1,000 دلار بفرسته، که مبلغ کمتری میفرسته که به گلش لقمه به خودش نخواد. منم یه مبلغ فرستادم. من
ولی این تنها این گروه نفرستونم، هر گروهی که احساس کنم در ایران دارن کار میکنن برایشون کمک میکنن و حمایت مالی و معنوی میکنن. برای گروه آقای مهندس‌شاهی نژاد، گروه رنسانس یا نوزایی ایرانی، من هم کمک اولیه فرستادم، هم کمک دومیه فرستادم، هم کمک مالی میکنم، به هر حال کمک میکنم دیگه. به حتی شورای ملی که مربوط به شاهزاده رضا پهلوی تشکیل دادن و در پاریس مرکز شد، به این شورا هم حسابو نوشتم، ثبت کردم و هم کمک کردم. به این گروه هم اسمی نیستم و هم کمک میکنم. من هیچ نوکر هیچ کنون از اینا نیستم، فکر میکنم یکی از اینا شاید بتونن ایران نجات بدن. پس بنابراین جبه بندی نمی کنیم که با این خوب باشیم با اون بد باشیم، با اون خوب باشیم با اون بد باشیم، این گروه با اون گروه بجنگن و فلان کنن. نه، ما با همه گروه هایی که، یعنی من شخصا با همه گروه هایی که احساس میکنیم که دارن برای نجات مردم ایران کار میکنن کمک و حمایت میکنن. من گفتم که وقتی یه گروه میخواد تشکیل بشه یا تشکیل شده، یک عوامل نفوذی هستن. این عوامل نفوذی بسیاری از رژیم اسلامی هست. از رژیم اسلامی، البته بعضی ها فکر میکنن که هر کی از رژیم اسلامی میاد بیرون به پوزیسو میپیونده عامل نفوذیه. نه، میتونه عامل نفوذی باشه، ولی دلیل نیست که عامل نفوذی هست. بسیاری افراد هستن که یه گروه به یه گروه میپیوندن و عامل نفوذی نیستن. الان مثلا مثال بزنم، یکی از من بریدش اردن گرفته بودم، یکی از مقامات کره شمالی، یک مقام خیلی عالی رتبه به غرب پناهنده شده. این که عامل نفوذی نیست که، این فرار کرده. آقای رئیس جمهور مادام عمر نسل سوم کره شمالی هم دستور داده همه اونایی که حد میدادن که این ممکنه بره نیاد پناهنده بشه، همه اونایی که به رفتن این کمک کرده همه را اعدام کنن. یه سری عامل‌های نفوذی هستن که از طرف قدرت‌های بزرگ هستن. ببینید این قدرت‌های بزرگ، من یه دفعه پیش نامه آقای نوریزاد رو خوندم، آقای پارسا صوربی معرفت کردم، اومدن رو خط و نظر خودشون گفتن که خود این سوپاپ اطمینانه. حالا سوپاپ اطمینان من قبول دارم حرفشون، ولی یه چیزی، ببینید همه میگفتن که سینما رکس آبادان و آخوندا آتیش زدن، ولی کتبا مدرک نبود رو. آقای نوریزاد مدرک آورد رو، گفت از آیت الله نوری همدانی نقل قول شنیدم که گفتش که ما چون دیدیم کارمندای شرکت نفت نمیرن به اعتصابات بپیوندن، سینما را آتیش زدیم، مردم رو کشتیم که هیجانی بشن و بعد از این اجیاد برن شرکت کنن و همین اتفاق هم افتاد. یعنی ببینید برای پیشبرد سیاست هاشون کشتن 100 نفر 200 نفر 400 500 نفر اهمیتی نداره و این کار همه انجام میشه. همه گروه ها، شما فکر میکنید که مثلا مثال بزنم براتون، شما فکر میکنید که این کار رو رژیم اسلامی خودش به فکر خودش کرد؟ نه، آقای نوریزاد دقیقا نوشته بود که شما در سپاهتون روس ها بودن. البته روس ها منظورش آدم های پوست سفید چشم آبی نبود که، منظور اونایی بودن که خودشون رو به مسکو فروخته بودن، یعنی دستور میگرفتن از اون مسکو. ببینید یک ایدئولوژی هست به نام کمونیسم، من به این ایدئولوژی خیلی احترام میدارم، من کمونیست نیستم ولی به ایدئولوژی کمونیستی احترام میدارم، و این مقدار زیادی طرفدار مردمان محرومه. هر کس که طرفدار مردمان محروم باشه من به اون احترام میذارم، اما خودفروشی به مسکو بدترین زشترین کارست که ما ایرانی ها فقط کردیم. نه از به کمونیست ایتالیا، نه از به کمونیست فرانسه، نه از به کمونیست سوئد، هیچ کدوم خودتون رو به مسکو نشوختن که تلفن رو بردارن علاوه اونا با زبان روسی هم دارن. آقای جلال آل احمد نوشته بود که من عضو کمیته مرکزی حزب توده بودم، یه دفعه رفتم که در جلسه شرکت کنم، همینطور که داشتم وارد میشدم دیدم همه دارن با هم روسی حرف میزنن، من دیگه از اونجا اومدم بیرون. من یه زمانی توی سوئد شهر گوتنبرگ، این زمانی که میگم یعنی این زمان مربوط میشه به مثلا 24-5 سال پیش،
در اونجا یه رادیو ایران رو داشتیم که این رادیو ایران رادیویی بود که از رادیوی دولتی سوئد به ما وقت داده بودن پخش می‌شد، یعنی دستگاه فرستنده قوی که هر کسی تو خونه تو باشه این همه جا میتونست بگیره و ما اونجا برنامه داشتیم. بعد یک آقای در استکهلم که مرکز پایتخت سوئد هست از ما حمایت میکرد. بعد این آقای کمی از ما دلخور شد، برای که من گفتم بهش شما چند تا داستانهای ملی رو بفرست تا من بذارم تو این رادیو. ایشون چند تا فرستاد، من نذاشتم تو رادیو. حالا براتون میگم مثلا یکی میگفتش که یه نفر سوار اسب بود داشت میرفت، یک عرب کثیف بدریخت موسیقی بوده نشسته. ای بابا چرا الان باید عرب باشه؟ بگه یک آدم کثیف موسیقی بدبخت بوده نشسته. همش چیز بود، یعنی حالت عرب ستیزی داشت. من رویم عرب ستیزی نیست، من رویم هم مهربانی به همسایگانه، نه اینکه همسایگان بیان جیب من رو بردارن بزنن. وقتی بخوان جیب من رو بزنن دستشون رو میگیرن قطع میکنن، ولی تا جایی که بشه محبت میکنن، تا جایی که نشه محبت نیست دیگه. همین این باورهای زرتشتیه دیگه، میگه آبادسازی، داد و شادزیستی، بعد میگه دهشمندی، بعد میگه جنگ با اهریمن، جنگ با بدیها. یعنی آدم میتونه با بخشش یک کارهایی رو پیش ببره، ولی در صورتی که دیگه بدی خودش رو ظاهر کرد جنگ دیگه. یعنی مثلا فرض کنیم که آقای محمدرضا شاه در کاخ مرمر و بهش حمله شد، بخواستن بکشنش، یک استواری که باید مواظب جون این باشه، شخص باشه، یه دفعه توفنگش گرفت رو به شاه تیراندازی کرد. البته شاه وقتی میرفت توی مغازش به آفیسش بره، دربار بره، الو 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 بله، وقتی که میخواست بره از تو آینش دید این استواره که دید با تفنگ افتاد به دنبال شاه. شاه خیلی ماشینش سریع در رفت و رفت تو و رفت پشت میزی جایی سنگر گرفت، این اومد تو شروع که به تیراندازی. دیگران رسیدن، اونی که تیراندازی کرده بود کشتن و اونم که دادن برای کشت خالصه دو سال نفر اونجا کشته شدن و شاه سالم اومد بیرون. بعد تحقیق کردن، ساواک مراوات به شدت تحقیق کردن، بعد دیدن سرنخ اینا برمیگرده به یه شخصی به نام پرویز نیکخواه، که پرویز نیکخواه یک جوان ایرانی تحصیل کرده خارج بود که اومده بود که این کارو بکنه. بعد محکوم اعدام شد، محکوم اعدام شد، البته که طبیعی است که شاه ایشون رو ندیده بود دیگه. یکم شاه دلش سوخت، گوه برید این نیکخواه رو بیارید، فرمیدین خواهد بیره اینجا با هم با من باید بخواب صحبت کنن. رفتن تو اتاق نشستن، شاه گفت در اتاق ببندید برید بیرون. این زندانی هم آزاد بود، یعنی دستش بسته و اینا نبود، نشست مثلا روی این صندلی اون صندلی، کسی نمیدونه تو اون اتاق چی گفته شد، هیچ کس ننوشت که اون تو چی گفته شد. یعنی طرفین یا باید خود شاه مینوشت که چی گفتیم یا باید آقای فرمیدین خواهد میگفته. ولی پردنیخواه وقتی از اتاق میرفت بیرون همه دیدن که چشماش پر اشکه، داره گریه میکنه. بعدم شاه ایشونو بخشید، مدیر کل تلویزیون شد. بعدم که انقلاب شد ایشونو گرفتن اعدام کردن که تو چرا از بخشش شاه استفاده کردی. خب این بخشش جنبه شخصیه، جنبه ملی نداره. میگه آقا من دشمن من بوده، من نخواستم ببخشم. که این که دشمن من بوده رژیم رو هدف گرفته. وقتی یک رژیم پادشاهیه و پادشاه اثار خودش دست گرفته و خودش کارهایی داره میکنه، پس بنابراین وقتی که پادشاه رو هدف گرفتی یعنی رژیم هدف گرفتی. با این وجود چون موضوع دیگه اون پشیمون شده بود و اصاری گریه و اینا بود و قول خدمت داده بود و گفته بود تلافی میکنم و فلان اینا، ولی آقای خمینی وقتی قول داد که دیگه حرف تون نزنه دوباره گفت آقای شاه
تو با قرآن مخالفی، تو با اسلام مخالفی، اینها با قرآن مخالفن، اسرائیلیا با قرآن مخالفن، اسرائیلیا با اسلام مخالفن، اینا میخوان مسلمان نباشد. آقای شاه تو از اینا حمایت میکنی؟ میخوای بگم که تو اسرائیلی هستی مردم بندازن بیرون؟ آخه این حرفا رو در رژیم شاه به کسی اون شاهی میره آخونده رو به من اینا رو میگه؟ و این دفعه گرفتنش، وقتی گرفتنش تو ماشین که داشته میبردنش گریه کرده بود، آقای خمینی گریه کرده بود، گفته بود این دفعه من نمیکشم. یعنی خودش احساس میکرد که چی کار زشتی کرده و گفت این دفعه من نمیکشم. بعد بردن از اعدام صرف نظر شد و هر بهانه گفتن آیت الله چه در چی شده، بران تبعید شد، بعد رفت عراق، بعدم رفت و 15 سال قبلا یه دفعه از خرداد 1342 قصد براندازی رژیمی کرده بود، به همین دلیل هم گرفتن، زندانی شد، حرف در قرآن شد، برای اون سخنرانی ها کرد و محکوم به اعدام شد. بعد وقتی دوباره بعد 15 سال، بعد از 1342 15 سال که گذشت شد 1357 1357 برگشت و اومد اون رژیم رو سرنگون کرد و همه چیزی ایران رو از بین برد، یعنی ایران رو گذشت زیر پاش با لغتش رد رو ایران له کرد. پس بنابراین نمیشه همینجا همیشه بخشید، بخشش خوبه ولی جنگ با بدی هم لازمه، باید با بدی ها جنگی. به هر حال گفتم بذارید من یک تیکه از مجله بیداری رو بخونم براتون. مجله بیداری مجله بسیار خوبیست، تقریبا میشه گفت ماه به ماه منتشر میشه، چون این مجله بودجه‌ای که نداره که دولتی که بهش کمک نمیکنه، که این با پول من و شما چاپ میشه. من و شما هم که پولمون چسبیده به جیب، به جیبمون یه زیپ هم روش کشیدیم، یه قفل هم گذاشتیم، این قفل هم سه قفلی کردیم که مبادا یه دلاریمون از جیبمون بره بیرون. با یه قوره سردیمون میکنه، با یه کشمش گرمیمون میکنه. یه وقت میریم مثلا یارو پیتزا میاره در خونمون، اگه 25 دلار پول پیتزا هست 10 دلار هم بهش تیپ میده. میریم رستوران مثلا پول میزه چند نفر مهمون کردیم 100 دلار پول میزه 30 دلار هم روش میدیم. اما بگیم آقا برای بیداری 5 دلار بفرست، او من وضعم خرابه، من این ماه اصلا ماه خوبی نیست، نمیتونم کار کنم. حالا ماه خوبی نیست که دارم تو یه دفعه من دو جلد کتاب من نوشتم، خاطره بدی هم دارم برای که کمک نکردن و فروش نرفت کتابم. و یه دفعه کتاب یه نفر به من گفت، حالا نمیخوام بگم نفر، گفت آقا فلان کتاب فروشی آدم خوبیه، ببر بذار اونجا. ما فرستادیم برای اون آقایی که توصیه شده بود که آدم خوبیه، مثلا 40 تا کتاب براش فرستادیم. بعد یه ما رفتم که لس آنجلس یه برنامه داشتم، رفتیم با چند تا رسانه مصاحبه داشتیم، از جمله با جوانان، از جمله با همون آقای زیاطبای اون تلویزیون داشت، از جمله با آقای شبخیز که تلویزیون داشتن. خاطره خوبی من آقای شبخیز دارم که وقتی که با ما مصاحبه کرد، اون خانم الهام الهی، هر کار کردم یه پولی بدم گفت مینوی تو که از این کار پول در نمیاری، که من پول میگیرم اما از اونای پول میگیرم که پول در میارم، تو که پول در نمیاری من چه پولی ازت بگیرم؟ نذاشت در حالی من خیلی جدی داشتم میزدم. رفتیم جوانان خیلی کمک کرد، آقای مهدی زوکای برای اینا دیگه این چیزا رو در اونجا بود دیگه. و رفتیم برای اون آقایی که چند کتاب داده بود، سلام علیکم ما شما چی کنم، تا من دید من نمیشناختی، گفتم من پرویزی میرونیم خدمتون کتاب دادم. گفت امروز اصلا روز خوبی برای پول دادن نیست. خب چی بگم، مثلا یخش بگیرم؟ همین، گفت امروز روز خوبی برای پول دادن نیست. مومن اینجوری هم میشه دیگه، حالا میگم روز خوبی نیست، یادم به این افتاد. اجازه بدید من مقاله خودم براتون بخونم. این مقاله است که از من تو این مجله بیداریه و من تیتر و عنوانش هم نشونتون بدم.
بله مراجعه کنید که اینجا نوشته پرویز مینویی، اینجا نوشته خدای زرتشت. من اینو براتون میخونم. نوشته که بدون تردید انواع دین ها از سر ترس و ناآگاهی پیدا شدن. چرا رعد و برق شد، چرا طوفان شد، چرا تگرگ آمد، چرا خورشید گرفت و و و و به این ترتیب خدایان گوناگون در ذهن انسان ها ساخته شده. خدای بودا توصیه میکرد این خدایی که در ذهن مردم ساخته شده، یعنی هر کس یه خدایی توی ذهن خودش ساخت برای مردم تعریف کرد این خدا چه شکلیه. هر کدوم یه خصوصیاتی داره، چون واقعا یه خدا که نبودن که، هر کدوم هر پیغمبری که خدایی که داره ساخت بود فرقش با خدایی که اون یکی پیغمبر ساخت بود. حالا خدای بودا، خدای بودا توصیه میکرد دل به مادیات نبندید و تا هنگامی که زنده هستید قصه نخورید. بودا گفت دل به مادیات نبندید تا قصه نخورید، یعنی خونه خوشگلی برای خودتون درست نکنید، این دل مادیات بستنه، برای که اینجا قصهش خواهید خورد، مبادا خراب بشه، مبادا نمیدونم برقش قطع بشه، مبادا دوزا بیان اینجور. خدای مانی میگوید فرشته ای آمد و به من گفت گوشت نخورم، شراب ننوشم و با زنها نزدیکی نکنم. خدای مرزق گفت در انبارهای مواد غذایی مردم را باز کنید و آنها را قسمت کنید. تا اینجا از آبادانی و سازندگی در سخن پیامبران خبری نیست. خدای موسی میگوید خدا آدم را از خاک و گل آفرید، به بینی او فوت کرد تا زنده شد. بعدن یادش می آید که آدم تنهاست و همبارا از دنده چپ آدم خلق کرد. سپس یک سیب زیبا و خوشبو را میان آن دو تن قرار داد و گفت مبادا این میوه را بخورید. بعدم شیطان را ابتدا به شکل مار فرستاد تا آن دو را وسوسه کند. خدای عیسی گفت اگر به صورت تو سیلی زدن، طرف دیگر صورت رو هم جلو بیاور. اگر پیراهنت را خواستن، هم پیراهن و هم کت و هم شلوارت را نمیخوایی به آنها بده. نمیخوایی اشتباه چاپیه، شلوار به آنها بده. این عیسی میگه اگه ایمارو به من اومارم بدن، به تو بدن. اگه کت خواستن پیراهنت هم بده، یعنی اینجوریه دیگه. همچنین خدا دختری را آبستن کرد تا پسر خدا زاده شود. خدا محمد بهشتی را وعده داد که در آن حوریها برای مردان معمولی هستند و قلمانها برای مردانی که میخواهند با پسرها باشند. برای زنان هیچ پاداشی در بهشت قرار نداد، زیرا محمد به شمشیر مردان آدمکش و غارتگر نیاز داشت، به زنان نه به زنان خانه‌دار. تنها یک خدای ساخت ذهن بشر است، یعنی همه خدا ساخت ذهن بشر است، اما یک خدای ذهن بشر است، یک خدای ذهن بشر است که دستورات درست و خردمندانه داده است، آن هم خدای زرتشت است که گفته است آبادسازی، داد، دهشمندی، شادزیستی و جنگ و آبادی ها. اگر نیاز به داشتن خدایی دارید، خدای زرتشت را انتخاب کنید. من که نیازی ندارم و وجدان من خدای من است و من دست رو میدنم. میدونی بسی که مثلا با یه نفر بسیار آدم های تحصیل کرده من صحبت کردم، مثلا فرض کنید که دکترای حقوقه، درست؟ بعد مثلا صحبت میکنیم میگه که خب اگه این خدا، اگه این محمد و اینا ساختگیه، اینا علکی این خدا همه ساختگی ذهن ماست، خب به بچه ما بگیم از چه خدایی به اصطلاح باید حواسش باشه، کار بد نکنه، کدوم خدا مثلا تنبیهش میکنه؟ دیدونی؟ یعنی معتقدن که نمیشه به بچه گفتش که خدای اصلا نیست. به بچه باید بگیم که خدای هست، اگر مثلا فرض کنیم که مادر تربیت کنه خدا ناراحت میشه، مثلا اینجوری. خب اگر میخوای این یعنی چی؟ یعنی اون فرد نیاز داره که یک خدایی داشته باشه.
اگر نیاز دارید خدایی داشته باشید، خب دین زردوشی رو انتخاب کنید. ببینید خانم آقای، مگر ما به میل خودمون مسلمان شدیم؟ آخه چرا مگر شما خونتون یه مدت زندگی میکنید کنه میشه عوضش نمی کنید یا نوسازیش نمی کنید یا اصلا محل زندگیتون رو عوض نمی کنید؟ توی یه مثلا جایی به دنیا آمدید تا آخر اون اونجا زندگی می کنید؟ اگه پدر مادرتون، شما فکر کنید مثلا من الان لباس پوشیدم با مثلا پدر بزرگم یه جوره، نه پدر بزرگ من عبا و عمامه می ذاشید. پدر بزرگ من کسی بود که در شهر سبزوار اولین دبستان ملی رو به تقاضای مردم سبزوار، قبل از اینکه دولت اونجا مدرسه کنه، یادتون هست گفتم که آقای رشدی اولین مدرسه ملی رو در تبریز درست کرد. آخوندا ریختن پدرش در آوردن، فلان اینا سن دوباره یه زرنگ بودن، رفتن دوتا آخوند آوردن گفتن بیایید تو شهر ما مدرسه ملی بکنید. اما دوتا آخوندی رو آوردن که از دارالفنون فارغ التحصیل شده بودن، توجه کردید چرا مردم زرنگی بودن؟ رفتن دوتا آخوند رو که از دارالفنون فارغ التحصیل بودن آوردن گفتن بیایید تو شهر ما مدرسه کنید. یکیش پدر مادر من بود، بهش گفتن شیخ محسن ستوده که این رئیس و مدرسه بود. یکی هم بود ناظم مدرسه بود، بهش گفتن شیخ آقا، اسمش بود آقای ربانی. هر دوشون امامی میذاشتن، هر دوشون عبا داشتن، دیگه آخونده نمیتونستن بگه اینا آمدن درس باهایی گری میدن، چون هم ثبات داشتن، هم مراعات اسلام رو میکردن، هم درس میدن. مثلا هر دوشون فرانسه صحبت میکردن، فرانسه بلد میدن، کلاس های فرانسه رو اصلا بعدا که اون مدرسه دیگه دولتی شد، تحویل دولت شد، اینا رفتن. پدر بزرگی من که مدیر مدرسه بود، عاشق محسن ستوده، اون فوت شد، من مشاید من دو سه سالم بود ایشون فوت شد. من یه چیزی تو ذهنم هست، ولی مادرم هم میگن تو فکر میکنی اینا تو ذهنته، ولی که اون موقع خیلی کوچیک بودی که عاشق محسن ستوده مرده. برحال بر اسم هر دو اینا الان تو سبزوار دو تا مدرسه هست، یکی به نام مدرسه ستوده، یکی به نام مدرسه ربانی. حالا این من حالا صحبت شدم، پدر بزرگ خودم گفتم و همین مادر من دختر همین آقای عاشق محسن ستوده بود و پدر من اومده بود کارمند دولت بود در اون شهر، به اصطلاح زمان خدمتش رو میگذروند که به هر حال دیگه چیز شد دیگه، با مادر ما آشنا شدن، ازدواج کردن دیگه. خب داشتم میگفتم که اصولا هیچ مجبوری نیست که اون دینی که پدر شما داشته شما هم داشته باشید، هیچ اجباری تو کار نیست. پدر شما، پدر ما چجوری شد مسلمان شد؟ اصلا ما ایرانی ها چجوری مسلمان شدیم؟ اون پدر و پدر 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 من بزن 50 نسل قبل وقتی شمشیر گذاشتن رو گردنش گفتن اگه مسلمان نشیم میکشمه، گوه شده انده محمد رسول الله. خب مسلمان شد. خب اولش مسلمان شد، ظاهر مسلمان بود، دلش مسلمان نبود، تو خونه مسلمان نبود، اما به هر حال جاسوسی کردن فهمیدن که این تو خونه مثلا نماز نمیخونه، بچه‌هاش مثلا زیر پاکیچی کردن فهمیدن، بعد مجبور شد که نماز روزم بخونه و روزه بگیره و نماز بخونه، مجبور شد جلوی مردم تظاهر کنه که من مسلمانم. یواش یواش این دیگه جا افتاد دیگه. ببینید برای که من به شما بگم که ما ایرانی ها اصولا به میل خودمون مسلمان نشدیم، فقط یه دلیل میارم، یه دلیل. شما شنیدید یادتون هست که مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش عید عمر کشون میگرفتن؟ من معذرت میخوام از سنی ها، ببخشید، معذرت میخوام. ایرانی ها گفتن شما ولی به زور شمشیر ما رو مسلمان کردی، خب مسلمان نمیگیجاره نده، اما اونی که دستور داد اومدیم به ما حمله کرده ما با اون بدیم، اون اسمش عمره، ولی زا ما جشن عمر کشون درست میکنیم، یک پارچه و چوب و نمیدونم جارو و اینا یه چی درست میکنن، مثلا این عمره، ولی یه شعرهایی درست میکنن، نمیدونم عمر اینجوری شده اونجوری شده، نمیدونم ای ابو لولو اونی که اومد عمر کش، ای ابو لولو، ای ابو لولو تو بیا نمیدونم چی کار کن، اینا شعرهای مستحکر و زشتی
تصنیفای درست میکردن و میخوندن اون شب، شادی میکردن و این عمر رو آتیش میکردن. من از هم از طبعه اسلامی اونا نمیگم، ببینید از هم بطانه سنی مدرد میخوام، صمیمانه مدرد میخوام، اما واقعیت رو دارم میگم که من خودم تو این جهت شرکت کرده بودم، دیده بودم. نمیتونم بگی که تو اول درد نگرده که من بگم اون آقا علکی درد کرد، که من خودم تو این جهت میدم. چرا این کار میکنن؟ برای که عصبانی بودن از این که با شمشیر و عمر دین اجدادیشون رو گوشتن کردن و مسلمون شدن. مسلمون شدیم، اما به اینی که ما یک مسلمون کرد دقیقه دلیه اونو خالی میکنیم. وگرنه چه دلیل داشت که با عمر مخالف باشن؟ ما یک بار به شمشیر عمر مسلمان سنی شدیم، یک بار به خنجر قزلباشای شاه اسماعیل صفوی شیعه شدیم، و این دفعه که شیعه شدیم دیگه دشمنیمون با عمر دیگه رفت به درجه بالاتر و خیلی بدتر، و گفتیم که اشهد ان لا اله الا الله، یعنی ما شهادت میده این که علی بزرگتر خداست. آخه این حرفا خانم آقایم یک لحظه اینجا رو به کار بندازیم، چه معنی میده؟ آخه ما هر روز اگه مسلمان باورمند باشیم، هر روز به خدا 17 بار بگیم که خدایا ما را به راه اونایی که نعمت دادی بفرست، به راه اونایی که غضب کردی نفرست. هیتن سرات الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آخه این پس ما آب زرشتیم، یعنی باید خدا تصمیم بگیره که ما رو به این راه بفرسته یا اون راه بفرسته. ما همش گریه میکنیم خدایا تو رو خدا ما رو به این راه بفرست و اون راه نفرست. آخه ما کافریم خانم آقایم، ما کافریم. اگر اسلام واقعی رو در نظر بگیریم ما کافریم. ما اگر مسلمان باورمند باشیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی به درستی که تو را یعنی خدا را عبادت میکنیم و به درستی که از تو یاری میجوییم. شما این کار میکنید، از خدا یاری، به خدا عبادت میکنید. شما تاله نرفتید توی هیچ امامی، امامزادهی، قومی، شاه چراغ شیرازی، یا توی نمیدونم اطراف همه کوهای ایران همه به قول یارون گاه اینگار این امام ها بکیاشو میفرستن برای که فارغ التحصیل بشن، میفرستن ایران همش این همه جا میری یه دون بچه امام اونجا مرده یا کشته شده. شما نمیرید اونجا گریه کنید، ذریع رو بگیرید، تکون بدید، بگید. پس شما از یه مرده دارید تقاضا میکنید. خانم آقایون، هر کی رفته مدینه قبر آقای محمد رو دیده، صافه، هیچ بارگاهی نداره. شما بیه قوم برید اونجا رو نگاه کنید، یه دختر حضرت معصومه اینا چند ماهش بوده اونجا مرده. ببینید چه طلا و چه تشکیلات و چه فلانی. این بت‌پرستی خانم آقا، این بت‌پرستیه. اگر اسلام قبول دارید تو کافری تو اسلام، بلکه بت‌پرستی میکنید. پادشاه عربستان سعودی که مرد خاکش کردن، اصلا سنگ هم نذاشتن رو خاکش، برای که اصلا معلوم نشه کجاست. برای که اگه معلوم بشه ممکن یکی بیاد اینجا بگه خواهی بت‌پرستی میشه. پس بنابراین اگر مسلمانی واقعی باشه شما اون دنیا پدرتون در میارن، چون بت‌پرستی میکنی. پس بذارید کنار رو حق بشه از همه چیزش دیگه. ببینید من بیداری یه جمله قشنگی نوشته اینو بخونم. نوشته هر ایرانی با اسلام نجنگد با ایران به جنگ است. تکرار میکنم، هر ایرانی با اسلام نجنگد با ایران به جنگ است. خانم آقای با این اسلام پدر ما رو در آوردن، مملکت ما رو خراب کردن. این آخون اصله دستش اسلامه، اسلام رو باید ازش بگیری تا مملکت خراب نکنه. ما تو ایران بودیم یه همکاری داشتیم، طرف سر مجاهدا بود، بعد مجاهدا چیز میکردن اعلامیه میدادن که مثلا این جمعه که انتخاباته هیچ کی نره انتخابات شرکت نکنه. این هم گفت نه من اصلا نمیرم شرکت کنم، من نمیرم شرکت کنم. بعد روز شنبه میان گفتیم چی شد؟ گفت هیچی، رفتم رأی دادم دیگه.
همزه با ناراحتی احساس گناه دستم رای دادم دیگه. خب کنیم چرا رای دادم؟ تو گفتیم نمیدم که. گفتم نه، گفتم نه، رفتم نماز بخونم مسجد، رفتم اونجا آخونده رو منبر گفتش که هر کی رای نده همه روز و نمازش باطل میشه. من گفتم این همه عمر روز و نماز گرفتیم حالا به یه رای ندادن باطل بشه، ولش کن، رفتم رای دادم. اما ببینید باید این فکر ضعیف باشه، کون باشه، کودن باشه که باورش بشه که این آخونده از جانب خدا حرف میزنه. خدا اگر خدای محمدم واقعا باشه چی کار داره به رأی دادن تو؟ کجای قرآن نمیشه اگر رأی ندید نماز و روزتون باطله؟ کدوم حدیث، کدوم روایت، کی گفته اگر رأی ندید نماز و روزت باطله؟ آخونده دروغگوه، بلکه از شر این آخوندهای دروغگو راحت بشیم باید اون اسلام رو بزنیم کنار. اون اسلامی که اسلام ما اتفاقاً اسلام قلابیش هست، اسلام ما اسلام حقیقی نیست. ما هر دفعه که میگیم اشهد ان علی و ولی الله یعنی اگر خدا اون بالا باشه و بخواد به ما رسیدگی کنه یک گناه گنده برای ما می‌نویسه. تو گفتی علی بزرگتر از منه، یعنی من خدا اینجوری هستم علی من بزرگه. علی آدم بود مرد خاکشم گوشت استخونش هم خاک شد رفت. علی این همه گفتی یا علی یه کلمه کمکت کرد؟ این همه شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون میگید یا علی؟ یه دو به یه صدای شنید بگیر حالا بیک فقط من علیان، حالا با فارسی جاد میگیدید بله من گفتم براتون تکرار میشه. خانوم اینجا نشسته بود لبه در کوچه توی حیات طرف خیابون، بعد میخواست پاش از جاش، مشکلش بود، من رفتم بازوهاش گرفتم تا نصفه را بلندش کردم گفت یا علی، آهسته گذاشتم سر جاش. گفتم ببین اگه علی میخواد کمک کنه من نیام فضولی نکنم تو کار چغالم نکنم، اگه من میخوام کمک کنم علی هم نیام تو کار من فضولی کنه، یا بگو پرویز یا کمکم کن یا بگو علی، کدومش میخواد بگیم؟ گفتم یه پرویز تو بیا کمکم کن. میدونی برای چی؟ برای که علی هیچوقت نمیاد کمک کنه که. یارو میگه که روسایی به پسرش گفت وقتی میری شهر حواست باشه هر جا گفتن یا علی خودت نشون ندی یا یه چیزی میخواد بلند کنن زورشون نمیرسه میخواد دام کمک کنی. اما هر جا گفتن یا حسین بودو برو، برای که بلو و خیمه خونام قضا میده. آقا این چه کار ما کردیم؟ آقا این امام حسن و امام حسین دوتایی در ارتشی که از طرف مدینه برای ایران فرستادن که فرمانده ارتش آقای سعید ابن عاص بود، این دوتا جوان اونا سردار جنگ بودن، اومدن تو جنگ شرکت کردن، هر کدوم یک مقدار تعداد زیادی از مردان مازندران و گرگان رو کشتن، بسیاری زنها و بچه ها و کودک ها و اموار رو غنیمت گرفتن، چندین شطور بار کردن بردن. ما چرا میریم به سر صورت خانم میزنیم برای اینا؟ یک آقایش گیل من رو الان یه زنگ زفت رو بگیرد، یه آقای سیمون دوست ارمنی من خیلی عزیز برای من، یه دفعه هم راجع مشکلات اینجا صحبت میکرد، گفتش که شما چرا علی یفرم خان ارمنی نمیگید؟ رفتم مطالعه کردم دم یفرم خان ارمنی یک آدم بسیار مهم بوده که به اون وقتی که انقلاب دوم وقتی که محمد علی شاه مجلس رو به توپ میبنده همه چیز رو کنترل میگیره، بعد این خیلی کمک میکنه که محمد در جنگ با محمد چا که به اصطلاح مستبدین رو بیرون کنه، محمد چا رو بیرون کنه و یفرم خان خیلی فعال بده. ما همیشه گفتیم دیگر ما بنام زیاده بر ما جوب نفرستاد با اونیز که ما نظرش عمل کردیم. برحال آقای سیمان یک چیزه برای من مثل چند تا فرستاده باید چیز کنم، باید پرینت کنم بیارم بخونم براتون. یکیش نوشته که مجری میره با آقای امام حسین مصاحبه میکنه. مجری مثلا میگه السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اون میگه بگو بالا اینا سوال میکنن، حالا سوال جواب میکنن دیگه. من این نوشتم نه باید اینو خودش از روش بخونم قضیه میشه. یه چیز کوچولو فرستاده بود نشون که گرگه آبستن میشه و بچه میداد و بچه که به دنیا میاد نه یه بوزه.
آخه گرگی میگن آخه تو گرگی این چه بچه ای داری؟ چرا بوز داری؟ میگه بالا من رفتم سراغ شنگول منگول در زدم، اونا گفتن کیه؟ من گفتم مادرتونم. در واقع کردن رفتم تو، پدرشون هم اونجا بود، خلیه رو جدی گرفت. حالا این آقای حسن رجبزاده یک زمینیسه به اصطلاح طنزای گیل مردی، من اینا رو یه مداشو برسه میخونم، یه علاوه زدم یه جارشون نشته. حالا همه اینها به کنار، اصلا آقا ما از روز اول به هرچه پیغمبر و امام و شیخ و مفتی و ملا و فقیه و روزخان و آیت الله، چه از نوع عظمایش و چه از قماش غیر عظمایش، دشمن خونی بوده ایم و فحش و فضیلت نبوده است که نثارشون نکرده باشیم. حالا بعد میگه که آخر آخر آقای میگه نکنه بالا مجالم، میگه که اما مگر میشود درخت توبا یا توبی، من نمیدونم با چی بیدی تلفظ کرد، توبی چون توبی میدیستن دیگه، درخت توبی ولی توبا تلفظ میکنن، درخت من چرا توبی میدیستید آخو خواهد نیستید توبا، چرا موسی میدیستید بنیستید موسا، اما مگر میشود درخت توبا و جویهای شیر و عسل و قرآن بهشتی مثل هنو را راها کرد رفت توی جهنم با استالین و ماو و شمر و ابو سفیان و امام خمینی هم نشین شد. حالا یه جه دیگه میگه که علامه مجلسی میفرماید، حالا علامه مجلسی هم بهتون گم، علامه محمد باقر مجلسی در زمان صفویه کتاب های اصلی فقه شیعه رو نوشتون، میدونید گفتم براتون دیگه، شاه اسماعیل صفوی با خنجر قزلباش ها مردم رو به از سنی به شیعه تبدیل کرد، وسط نماز یه قزلباش بین هر دو نفر یه قزلباش با خنجر گذاشت، قزلباش مأمور این بود که بین این طرف این طرفی میگن اشهد ان علی ولی الله، اینو میگن یا نمیگن، اگه نگفتن با خنجر میزد تو قلبشون در جا میکشتشون. خب مردم وقتی دیدن هی دارن کشته میشن گفتن دیگه عادت شد، حالا ما میگیم مثلا حواظمون نیست که داریم چی میگیم، اشهد ان علی ولی الله، درست؟ بعد آوردن گفتن دستورات فقهی بنویسید. خب فقه سنی یه دستورات کتابایی داشت، فقه شیعه دستور کتابی نداشت. مولا محمد باقر مجلسی اومد کتاب بحار الانوار و هدیه المتقین نوشت، هر کدومش مثلا نمیدونم، من حقیقتش رویت نکردم، من مقاله های اینا رو توی جاهای مختلف دیدیم، حتی وقتی که دانشجو بودیم توی کتابمون مثلا بود یک قسمتی سیر فرهنگ ایران بود، قسمت های مختلف از شعر مختلف، به اینم از اینم یه مجموع چیزایی نوشته بود که از همون موقع فهمیدیم که ما این مزخرف میگه برن، این که از وارد توالت میشه پای راست ده بده اینو بگو، پای چپ ده بده اونو بگو، یه از اینه، همه اینا از اینه. حالا نوشته که علامه مجلسی میفرماید مالک جهی روایت کرده است که گلی به حضرت امام جعفر صادق دادم، گرفتند و بویدند و بر هر دو دیده گذاشتند و فرمودند هر کس گلی را بگیرد بر دیده بگذارد و بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، هنوز گل را زمین نگذاشته باشد همه گناهانش آمرزیده نمی‌شود. آخه بگیم کجای پدر دروغ بود، کجای مادر دروغ بود، آخه یه عمری برو دوزی کن، بدبختی کن، پدر مردم در بیاد، هیزی کن، نمیدونم تجاوز کن، فلان کن، گل بزنی دیدت بگو اللهم صل علی محمد. اصلا ما چرا بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد؟ و آل دیگه چیه؟ یعنی همه خانواده محمد خوبه؟ خود کتاب موسا کتاب دینی میگه که آقا نو پسر نو با بدن بنشست خاندان نبوتش گم شد، در فیلم نو نشون میده که نو و خانوادهش که تنها آدم های خوبی بودن که بودن مونده میرن تو کشتیه، بقیه مردم همه مردمان بدی بودن، خدا این همه آدم و حیوان خلق کرد و متعامل بد بودن، هیچ کدوم تو کشتی را ندادن، فقط نو و زنش و خانوادهش رفتن تو،
وقتی رفتن اون تو برکه گذشت و طوفان در اون شد اینا، رفتن پیاده شدن، رفتن زراعت کردن و کشاورزی کردن و تعدادشون زیاد شد و بعد تاکستان درست کردن، انگور درست کردن، فلان کردن. نو شراب خورد، زیادی مست کرد، لخت شد، افتاد دمرو خوابید. یکی از پسرش اومد بهش تجاوز کرد. حالا من به یکی از دوستان گفتم که اینجوری فیلمش هم آوردن. آخه تو فیلم که تجاوزی که نشون نمیده که، اونم به نو. تو باید خودت بفهمی. فیلمش نشون میداد که دو تا پسرش دو طرف یک ردا، یعنی یک پارچه رو گرفتن آوردن روی نوح میکشن. این پارچه رو از وقتی که از پشتش میکشیدن تا شونهاش رو بپوشونن نشون داد، یعنی پشتش و شونهاش لخت بود دیگه، بقیه لختش که نشون نمیده که. ولی خب ما که تو چهرام رو داریم که پسر نوح با بدان بنچه از خاندان نبوتش کم شد. پس این نشون میده که اولا که خدایی که این همه آدم ها رو کشته برای که این نوح خانوادش نگذره، تازه خدایش خیلی کرده برای که یکی از این مطرح تازه خودش بد میده. آقای آدم و حوا دو تا پسر داشتن، حابیل و قابیل. امریکایی هم همین ها رو میگن، منطقه قابیل میگن کیل یعنی چه اسمان. برحال این حابیل و قابیل اینجوری داستان که خدا بهشون میگه که یک کار هدیه برای ما بیارید ببینم کدومتون بهتر هدیه میارید. ببینید چقدر حرفشند داره، مسخره ایه. بعد حابیل توی کار دامداری بوده، قابیل توی کار کشاورزی بوده. قابیل میره از بهترین میوه ها و بهترین چیزهایی که بوده و دانه ها و اینا و پسته و بادوم و نمیدونم هلو و شریل و یه طبق درست میکنه میبره برای خدا. حابیل میره از گوساله میکشه و بزی میکشه و مرغی میکشه و اینا رو میپزه و میچینه توی سینه میبره بله خدا. خدای شکموی بدبخت از اونایی که جانوری بوده گیاهی بوده خوشش میاد، اونا رو میخوره. از حابیل تعریف میکنه، حابیل حسودیش میکنه میشه، میره حابیل میکشه. این چیزی که هم تو کتابای اسلامی هست، هم تو کتابای مسیحی هست، هم تو کتابای کلمی هست. اصلش کلمی، از این قصه ها رو من موسی درست کرده، اینو بقیه از اون تکرار کرده. خب ببین چقدر چیزای خنده داری وسط هست. اولا که خدا شکموه، مثل بودا میمونه، مجسم بودا رو دیدیم ماشاءالله شکم. بعد نفاق افکن هم هست، بلکه میتونست بگه زردو تعریف کنه، بگه این قضای گیاهی خوب بود، این قضای جانوری خوبی بود. نفاق افکن میگه با تو خوب نه، با این خوب بود. بعد هم عمرش نمیرسی که خدا عمرش نمیرسی با این حرف این میره اونو میکشه، جلوش هم نمیگیره که نکشه. خبینه چه پنی چه خودش که همه میدونه. برحال اولین کسی که پیامبری که خدا فرستاد حضرت آدم بوده دیگه، یه پسرش یه پسر دیگه کشه. نوح هم که اینجوری، که لوط هم که وقتی قوم لوط همه کشته شدن، همه نمک شدن، سنگ شدن رفتن، نو با دو تو دخترش رفتن. رفتن یه جایی دخترهای نو هر دفعه لوط رو مست کردن، دخترهای لوط هر دفعه لوط رو مست کردن، یکیش با پدر مستش خوابید حامله شد. منم پدر یه هوشیار بود که اون کار نباید میکرد، اگه اینقدر مست بود دیگه حالیش نبود که قادر به کاری نبود که، قرار باید دروغو گفت دیگه. اصلا مگر اون شهر سدوم و گمورا، اون شهر که مردماش همه سنگ شدن نمک شدن دیگه، آیا این شهر دیگه ای نبود؟ جای دیگه نبود؟ نباید اندن توی بیابون زندگی میکردن؟ خب میرفتن یه شهر دیگه زندگی میکردن. این دخترها رو شوهر میدونن، چرا با پدرشون هم بسته بکن؟ پس اینم از اون، پس همه پیغمبرا بچه هاشون یک عیبی دارن. حالا چرا ما بگیم آل محمد و محمد به آل محمد؟ آل محمد میگه همه خوبن. آل محمد مثلا فرض کنیم که حسن و حسین نوای محمد بودن، درسته؟ آقای حسن پسر بزرگ حضرت علی بود دیگه،
یک چیزایی خاصی برسه به پسر بزرگ. وقتی که آقای علی مرد، آقای معاویه گفت آقای حسن شما حقت چقدر میفروشید؟ یک قراری گذاشتن. حالا من اونجا دلال و واسطه رو نمیشناسم که چی بوده، ولی میشه بعد اصلا که من قرار بشه گفت آقا من 5 میلیون دلار به من نقد میدی، سالی هم 1 میلیون دلار. گفته بفرمایید 5 میلیون دلار مثلا فرض کنید که اون خراجی که از فلان شهر و فلان شهر میاد اینا مال تو. اون گفته قبوله. گفته که ما اینا رو که دادیم روی منبرم ولی پدرت میگه و ولی علی رو میگه و گفته هر کار میخواه بکنه بکنه دیگه. رفته با پوله خوش میگه. وقتی این میمیره امام حسین میاد میگه که آقا من پدرم خلیفه بوده، من جاش خلیفه. یعنی بابا اون برادر فروخ. خب این آل محمد چجور آل محمدی؟ یک کدوم از این دوتا اشتباه کردن، یک کدوم گناه کردن، یا صلح گناه بوده یا جنگ گناه بوده. نمیتونیم که بگیم هم صلح خوب بوده هم جنگ خوب بوده. البته این آخوندا میگن، میگن بهتر بود که اون موقع حسن صلح میکرد و بهتر بود که حسین جنگ میکرد. آخه چرا؟ اگه جنگ خوب بود هر دو میجنگیدن، اگه صلح خوب بود هر دو صلح میکردن. بعد رفت با 72 نفر که بیشترش بچه و زن و اینا بودن، رفت با یک لشکری به جنگه. روز قبل از جنگ همه رو جمع کرد، گفتش که الان که شب شد تو این جنگ ما پیروز نمیشیم، ما شکست میخوریم. تو این شب که شد هر کی میخواد بره بره، چشش به من نیفته خجالت بگیره و بره. همه رفتن، فرد تا دو رفت میدن. خب با 72 نفر رفته بکنی، چند دفعه فرستادن که بیا صلح کن، بیا اصلا پول بهت میدیم تا هم برو فلان. نه نه من حتما میخوام جنگ کنم خلیفه رو بگیرم. آخه چه آخه من نمیم پس اینا چی جوری هم نمیدن. دیگه اجازه بدیم من فقط یه سه تا داور بگم. در این المپیک سه تا داور ایرانی، این هم میذارم برای بعد میگم، ولی که الان دیگه وقتمون تموم شد. بسیار بسیار سپاسگزارم از خانم ها واقعی که به این برنامه توجه کردید. از آقای پارسا سوربی در مردم تیوی بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنونم که برنامه رو کارگردانی فنی کردن و زحمت میکشن و برنامه رو برای چندین بار در تلویزیون خودشون و در یوتیوب پخش میکنن. برای همتون شادی و پیروزی تندرستی آرزو میکنن.